بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بیننده‌های عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستم هر کجایی که هستید شاد و خرم و با سعادت بوده باشید. بیننده‌های عزیز، همانگونه‌ای که می‌دانید برنامه قلب آسیا ویژه برنامه افغانستان هست که موضوعات و مسائل افغانستان را در این برنامه با حضور علما و اساتید بزرگوار زیر بحث و بررسی قرار می‌دهیم. کشور عزیز ما افغانستان از چند دهه به این سو در خاک و خون غلط می‌خورد، بعد از شکست دادن قشون سرخ شوروی. باز هم ملت افغانستان از امنیت و ثبات بهره‌مند نشدند. مشکلات گوناگونی دامنگیر کشور عزیز و ملت بیچاره و رنج دیده ما شده است. در آخرین روزها البته با ریزش برف و سرمای سنگین جان صدها هموطن عزیز ما را گرفت. در ولایات مختلف افغانستان تعداد زیادی از هموطنان ما قربانی ریزش برف و سرمای سنگین زمستان شدند که من در ابتدای برنامه خدمت تمام خانواده هایی که مصیبت با این مصیبت دچار شدند، خدمت آنها ابراز تسلیت و تعزیت می کنم. از خداوند متعال برای قربانیان این حادثه خواهان مغفرت و امان از فتنه قبر هستم و همچنین برای بازمانده هایشان صبر جمیل خواهانم. مشکلات افغانستان برابر است که امنیتی باشد و یا اقتصادی، مشکلات اجتماعی باشد و یا خانوادگی، مشکلات ما بیشمار هست. البته هیچگاه برای حل این مشکلات و از بین بردن این مشکلات اشخاص نیامدند که با نیت‌های صادقانه و مخلصانه برای حل مشکلات گامی بردارند. دنیای شرق و غرب با نیروهای نظامی و اموال هنگفته به افغانستان آمدند، اما چون نیت‌ها مخلصانه و صادقانه نبود، باز هم از مشکلات کشور عزیز ما هیچ کم نشد، بلکه هر روز مشکلات رو به افزون هست. چرا افغانستان دچار این مشکلات هست؟ ریشه این مشکلات و ریشه های این مشکلات و اساس این مشکلات در کجاست؟ که ها باعث این مشکلات هستند و راحل ها و راه نجات از این مشکلات چیست؟ روی این موضوع بحث خواهیم کرد و مهمان همیشگی برنامه در استودیو با من حضور دارند. من خدمتشان از طرف خودم و از طرف شما سلام عرض می کنم خدمت جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری. تشکر. ما هم خدمت شما جناب استاد بزرگوار استاد رحیمی عزیز و خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب و احترام دارم. تشکر جناب مولانا انصاری. البته قسمی که من یادآور شدم در این اواخر به اثر ریزش برف جان صدها هموطن ما جانهای عزیز خود را از دست دادن و خانواده های فراوان ملت رنج دیده ما یک بار دیگر در ماتم نشستند. به نظر شما عامل این مشکل چی است؟ در ابتدا اگر شما روی عامل این مشکل اگه اشاره داشته باشین، باز میریم طرف اصل برنامه. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. ما هم خدمت
تمام ملت افغانستان، خصوصا بر خانواده های عزیز و گرامی که در ولایات مختلف از اثر ریزش برف سنگین و یا سرمای شدید برای هموطنان عزیز و گرامی ما رسیده، از الله سبحانه و تعالی برای شهدای این حادثه، برای ایشان جنت الفردوس را خواهانم و برای بازماندگانشان صبر جمیل و مزد جزیل را از الله خواهانم. تشکر. واقعا حادثه که در این طی هفته گذشته آمد و جان عزیزان و هموطنان ما را گرفت که در ولایات مختلف خصوصا پنجشیر و بامیان و بدخشان و سایر ولایات. جناب استاد رحیمی عزیز، طوری که شما سوال کردیم که این حادثه ها که میشه اینها چیست؟ ما اصاب من مصیبت الا باذن الله. و الله سبحانه و تعالی در صیغه تأکید بیان میکنه که ولنبلونکم بشیء، هر آینه ما شما را ابتلا و آزمایش میکنیم. همه انسان ها در روی زمین تحت ابتلا و آزمایشن. میفرمایه ولنبلونکم بشیء، شما را ابتلا و آزمایش میکنیم به یک چیزی. بلکن. که حالا او به سرما باشه، به گرما باشه، به فقر باشه، به غنا باشه، بالاخره به هر نوعی که باشه انسان ها در تحت ابتلا و آزمایشن. من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس، یا اینکه الله سبحانه و تعالی اولاد یک نفر رو میگیره، یک نفر گرسنه هست، یک نفر در ترس و وحشت هست و یک نفر جان از او گرفته میشه به اشکال مختلفی که هست. همه اینها من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. در ادامه میفرماید و بشر الصابرین، در این راستا صبر میخواهد، استقامت میخواهد، اینها از جانب الله سبحانه و تعالی هست. و این اشخاصی که مصیبت دامنگیر اونها شده، الله سبحانه و تعالی در ادامه میفرماید که اگر اینها صبر و استقامت رو پیشه کنن، ان الله مع الصابرین، خدای تبارک و تعالی اینها رو همراهی میکنه. و در ادامه آیه میفرماید که انسانهای مؤمن و شایسته وقتی چنین حوادث یا حادثه های بر سر اونها بیایه، اینها چی میگن؟ و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، ما همه از خدایم و به سوی خدا میریم. و همچنین در ادامه این آیه الله سبحانه و تعالی وقتی که میبینیم ان الله ان لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک المهتدون، کسی که صبر کنه در مقابل مصائب و مشکلات بر اینها رحمت پروردگار عالم میای، اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه، درود خداوند هست، رحمت پروردگار هست و اینها در حقیقت اولئک هم المهتدون، اینها راهیابن و راهیاب شدن و در حقیقت به موسر منزل مقصود رسیدن. من میخوام یک نکته در همین جا اشاره کنم که حتی بعضی از دوستا وقتی این آیات را تلاوت میکنن، در این قسمت که میرسن اولئک علیهم صلوات من رب و رحمه اولئک المهتدون، بعد ختم میکنن ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر، این فکر میکنن که دیگه بحث تمام شد. مفسرین میفرمایند که بعد از این آیات آمده که ان الصفا والمروه من شعائر الله، ربط این با این آیات مصیبت چیه؟ اشاره میکنن به این که در صفا و مروه وقتی خداوند در ذهن بنده میده که ان الصفا والمروه من شعائر الله، صفا و مروه وقتی که انسان داخل میشه به یاد اسوه های صبر و اسطوره های صبر میفته، مثل ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، بی بی هاجره، چون اینها اسوه های صبر
برای امت اسلامی هستن، الله سبحانه وتعالی میخواه متوجه بسازه که ای انسان، اگر مصیبتی بر سر تو آمده متوجه باش که ابراهیم هم در ابتلا و آزمایش قرار گرفت، اسماعیل هم در ابتلا و آزمایش قرار گرفت، بی بی هاجره هم در ابتلا و آزمایش قرار گرفت، اولیای خدا و انبیای خدا در تحت ابتلا و آزمایش هستند. پس بناهن این آیه مبارکه برای اشخاصی که مصیبت رسیده و مصیبت میرسه بهترین و بزرگترین تسکین دهنده هست. پس به او عزیزانی که دچار این مصیبت شدن، فقط برای اونها چیزی که تسلی بخش هست اینه که انا لله و انا الیه راجعون، و همچنین وقت صبر و استقامت آمد، اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه اولئک المهتدون. پس این از جانب الله سبحانه و تعالی هست تا اینکه انسانها با چی درجه به نزد الله سبحانه و تعالی کامیاب میشن، موفق میشن، آیا بی صبری میکنن و یا اینکه صبر و استقامت دارن. مجددا برای عزیزان ما، برای شهدای این حادثه ای که در ولایات مختلف آمده، از الله سبحانه و تعالی میخوام خدا ان روح ایشان را در جنت الفردوس آمین. و در ملأ الاعلا با شهدا و صدیقین و صالحین داشته باشه و برای بازماندگانشان صبر جمیل و مزد جزیل عنایت بفرمایه و این برفی که و سردی که در کشور آمده، الله سبحانه وتعالی او را به خیر ملت و به نفع سرزمین افغانستان بگردانه. آمین آمین. جزاکم الله خیرا. خب جناب مولانا، میریم طرف اصل موضوع برنامه ما که عبارت است ریشه های مشکلات در افغانستان. کشور عزیز ما دارای مشکلاتی هست که نمیتوان او را نادیده گرفت و یا انکار کرد. مشکلات گوناگونی در کشور عزیز ما افغانستان وجود داره. به نظر شما چرا این مشکلات در افغانستان وجود داره در حالی که ملت افغانستان ملت مجاهد بوده، ملتی بوده که در راه دین، در راه دفاع از وطن قربانی های دادن که مثال برای دیگر کشورها زده میشه در تاریخ افغانستان؟ البته مسلمان های دیگر جهان مسلمانان افغانستان را به حیث یک نمونه و یک اسوه میدانند، چون جهاد و قربانی که ملت افغانستان در مقابل انگلیس کرد و بعد از او در مقابل قشون سرخ شوروی کرد واقعا یک مثال است در عصر حاضر. با وجود این همه قربانی ها و ایثار ها، فداکاری ها، چرا مشکلات دامنگیر این ملت است؟ اگر وقتی ما نگاه کنیم در افغانستان، نمیتونیم بگیم که ما یک مشکل داریم. مشکلات گوناگونی در کشور افغانستان بروز کرده. وقتی نگاه میکنیم مشکلات دینی، مشکلات سیاسی، مشکلات اقتصادی، مشکلات اجتماعی، مشکلات فرهنگی و خلاصه مشکلات گوناگونی هست، میشه که به طور خلاصه و فشرده وقتی ما نگاه میکنیم به دیگه بعضی کشورهای دیگر که خب مشکلات شاید داشته باشن ولی مشکلات اینا به اندازه مشکلات افغانستان نیست. الله سبحانه و تعالی در آیه مبارکه اشاره میکنه که وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان. الله سبحانه و تعالی مثال یک قریه یعنی یک شهر رو بیان میکنه که برای او شهر الله سبحانه و تعالی نعمت های گوناگونی داد. یعنی چی؟ قريه كانت امنه مطمئنه، امن بودن، امنیت داشتن. یأتیها رزقها رغدا من کل مکان، از هر طرف رزق و روزی و اقتصاد خوب بود، امنیت خوب بود، دینداری خوب بود. فکفرت، اینها کفران نعمت کردن اهل ای شهر و ای قریه. فکفرت به انعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الله سبحانه و تعالی امن و امنیت گرفت، الله سبحانه و تعالی اقتصاد اینا رو گرفت و بعد اینها را پوشاند. لباس الجوع والخوف، برای از اینا گرسنگی و ترس، یعنی اقتصاد به هم خورد، ترس و وحشت آمد. به چی؟ به چی سبب؟ به سببی که بما کانوا یصنعون، اینها او فیلر که انجام دادن،
یعنی به طور خلاصه و فشرده اینه که فاصله امت اسلامی از دین و از اسلام و از قرآن بر او مشکلات به بار میاره و مشکلات میآیه. اما شاید در ذهن شما و در ذهن بینندگان عزیز و گرامی سوال پیش بیایه که خیلی از کشورهای غیر اسلامی ده. که کفر، کافری، بدبختی، فسق، فجور، در اونها امنیت هم هست و اقتصاد نام خوب هست. بله. اولا ابتلا و آزمایش بیشتر و بیشترتر بر موحدین و بر مسلمان هاست. بله. الدنیا سجن المؤمن و جنت الكافر. دنیا سجن برای مؤمن گفته شده. یعنی چی؟ یعنی انسان مؤمن تا انسان کافر خیلی فرق داره. در حدیث رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم میفرماین که اگر دنیا به اندازه بال پشه هم، یعنی از حالت ناچیزی رو بیان میشه، به اندازه یک پشه هم به نزد خداوند این دنیا ارزش میداشت، یک جرعه آبی برای کفار نمیداد که بنوشن. اما مسئله دنیا، مسئله که دنیا برای مسلمان سجن گفته شده، یعنی در سجن قید قیودات، در داخل زندان شخصی که زندان نمیتونه هر چیزی بخوره، بله، هر چیزی بنوشه، هر چیزی که او حوس میکنه داخل زندان بری میسر نیه، هر لباسی که او حوس کنه بپوشه و هر حرفی که دوست داشته باشه بزنه. انسان مؤمن هم در دنیا هر چیزی خورده نمیتونه، بالکل حلال و حرامه، هر حرفی گفته نمیتونه، مثلا غیبت و تهمت و بهتان، هر جا رفته نمیتونه. ایر به این تعبیر زندان به این واسطه شده. اما انسانی که غیر زندانه هر چیزی که او حوس بکنه میخوره، مینوشه، راه میره، میگرده، برای انسان کافر در دنیا هیچ قید و قیوداتی نیه و ابتلا و آزمایش بیشتر و بیشترتر برای انسانهای مؤمن و انسانهایی که به نزد الله سبحانه تعالی قرب و منزلت دارن. ملت افغانستان یک ملت مسلمان، متدین، مجاهد و بالاخره میتونیم بگیم که 99% مسلمان، بالکل مسلمان که ارتباط با الله سبحانه و تعالی دارن و عبادت الله سبحانه و تعالی را انجام میدن. پس مشکلاتی که آمده به اینه که تا اندازه از الله سبحانه و تعالی ما فاصله گرفتیم. یقینا، یعنی فاصله گرفتن از الله متعال باعث مشکلات شده. فکفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. بسیار خوب، میشه جناب مولانا بیشتر اگر توضیح بدین ریشه ها و عوامل این مشکلات به نظر شما در کجا نهفته است؟ لکه در مجموع گفتین که فاصله از الله. اگر ما بخوایم مشکلات افغانستان را، واقعا موضوع جالبیه، بله، ریشه یابی بکنیم. یک شخص مریض هست، پیش طبیب مراجعه میکنه. اگر طبیب متخصص باشه، درد رو پیدا میکنه، ریشه رو پیدا میکنه، دوا داده میشه، بعد تجویز میشه و او به زودترین فرصت خوب میشه. بلکل. اگر طبیب درست نبود و مرض تشخیص نشد، خب چیز واضح و مسلمیه، هر قدر ما تداوی بکنیم بدون تشخیص و بدون تخصص، یقینا امراض بیشتر میشه و بیشتر و بیشتر میشه. و امروزه هم در افغانستان که مشکلات زیاد هست، در ابتدا هر جایی که آتش میگیره، هر جایی که آتش میگیره، اول یک جرعه خوب، جرعه بسیار ضعیف، یعنی از یک کبریت آتش روشن میشه. بعد میبینیم کوهی از کوه‌ها آتش شد. در ابتدا صغیر بود، تبدیل به یک آتش بزرگ و کبیر میشه. بالکل. در افغانستان هم ما اینقدر مشکلات نداشتیم. وقتی ما امروز میگیم ریشه های مشکلات، بله، و در قبلا هم اشاره کردیم، مشکلات نگاه میکنیم، مشکلات دینی هست، سیاسی هست، اقتصادی هست، اجتماعی هست، فرهنگی هست، فردی هست، خانوادگی هست، مشکلات گوناگونی. پس ما باید که عمیق‌تر فکر کنیم و این مشکلات را یکایک اشاره کنیم تا اینکه بینندگان عزیز و گرامی
و خصوصا بالاخص مسئولین متوجه بشن که تا این مشکلات برطرف نشه، رسیدگی نشه، ما قطعا و ابدا ما شاهد یک افغانستان خوب و زیبا و با امن و امنیت نخواهد بودیم. هیچ امکان نداره تا این امراض دور نشه، این امراض دور نشه، ما افغانستان زیبایی داشته باشیم، افغانستان با امن و امنیتی داشته باشیم، افغانستان یعنی خلاصه که مشکلات از او برطرف شده باشه، چنین افغانستان شاهد باشیم. اولا از ریشه های مشکلات در افغانستان که در ابتدا باید ذکر بشه، در این چند ساله که ما میبینیم و مشاهده میکنیم، کسی که با صفت رئیس جمهور تعیین میشه ضعیف، هم ضعف دینی داره و هم ضعف سیاسی داره. ما نمیبینیم که یک شخصی که او سیاست درست و صحیح داشته باشه، وقتی ضعف دینی آمد در کنار ضعف سیاست هم میاد، چون اگر سیاست اسلامی نبود به درد ملت افغانستان نمیخوره. بلکل. سیاست غرب نمیتونه مشکلات افغانستان رو حل کنه. مثلا ارتش قوای سرخ روسیه، روسیه آماد در افغانستان، او هم فکر داشت، او هم قانونی داشت، او هم اندیشه داشت، ولی چون سیاستش با سیاست افغانستان، چون سیاست اسلامی نبود، سازگاری نداشت، برخورد کرد و بالاخره ملت افغانستان جوابش را دادن. امروزه هم اگر سیاست مداران ما بخواهن سیاست غرب را بیارن در افغانستان پیاده کنن، کور خواندن، اشتباه کردن. آبا و اجداد اینا از انگلیس تا شوروی تا به امروز اونها ای آرزو و آرمان را به گور بردن و اینها هم خواهد برد. پس شخصی که رئیس جمهور میشه در افغانستان باید سیاست دینی داشته باشه و سیاستی و سرچشمه از سیاست اسلامی بگیره. در افغانستان بعضی انسان ها فکر میکنه که خب قدرت اگر بیایه مشکلات حل میشه، بله، و یا ثروت. امروز در دنیا دو چیز حرف میزنه، یکی قدرت و یکی سرمایه. بله. این شعار غربه، اما دین از اینها خیلی جدایه. ما هیچ وقت نمیتونیم به زور به قدرت بر سر دیگرا حکومت کنیم و با سرمایه و ثروت هم نمیتونیم سر یک جامعه اسلامی، جامعه‌ای که او مسلمانه، او متدینه، جامعه‌ای که خلاصه سرچشمه از چی میگیره؟ قانون خود از قرآن و حدیث میگیره. بله. در افغانستان به طول این 10 سال 12 سال بیش از 40 مملکت خارجی، اسلامی یا غیر اسلامی، خصوصا کشورهای قلدر دنیا، اینها وارد افغانستان شد. بله. در عرصه نظامی وارد افغانستان شد، بیش از 40 کشور وارد افغانستان شد و الان هم بیش از 30 کشور در داخل افغانستان قرار دارن. چرا مشکلات افغانستان حل نشد؟ این کشورها چرا نتانستن؟ چون سیاست خود را میخوان پیاده کنن. پس کسی که بخواهه از بیرون بیای داخل افغانستان، فکر و مفکوره پوسیده خود را بیای بر ملت افغانستان تطبیق بده، این آرزو و آرمانیه که هرگز به آرزو و آرمان خود نمیرسن، چون خط و مش اونها از خط و مش مسلمان ها جدا هست. دوم، از لحاظ اقتصاد در افغانستان در طول 10 سال 12 سال بیش از 100 میلیارد دلار وارد افغانستان شده. 100 میلیارد عزیزانی که در عرصه ریاضی و در عرصه در اینها بیاین ضرب و جمع و تفریق و بالاخره حساب بکنن که به نفوس افغانستان اگر به فی نفری پول تقسیم میشد چه اندازه میرسید،
به فی نفری که به در خانه از تک تک میشد، در زده میشد که همی پولر بگیر، ای تعلق به تو داره. به هر فی نفری چقدر میرسید، ولی بیش از 100 میلیارد کمک وارد افغانستان میشه، هیچ درد دوا نکرده. مردم فقیرتر، بیچارتر و مسکینتر. مثلا این حادثه دو سه روز قبل در مناطقی که برف افتاده و جان صدها عزیز ما را گرفته و الان هم چندین خانه در زیر برف ناپدیده، کجا هست دم و دستگاه و بالاخره آله و اسباب و کمک هایی که حکومت به اینها رسیدگی کرده؟ کجا هست؟ اکثر مناطق افغانستان تا به این حال برقرار نمیشناسن، اگر فقط نام برقرار شنیده باشن. یکی دو شهر ما و شما میبینیم اینا برقایی که سویچ از او به دست دیگرا هست. این 100 میلیارد آمده در دوا نکرده، مشکلات بیشتر و بیشترتر شده. ما میخواییم ریشه یابی بکنیم که مشکلات از کجا هست. یکی از مشکلاتی که گفتیم اینه که ضعف رئیس جمهور، هر کس که رئیس جمهور در گذشته بوده و الان هست از خود اقتدار نداره. رئیس جمهوری فرمان بده، کابینه مگر هم اینقدر طول بخوره؟ وزرا اینقدر طول بخوره؟ ملت در به در شد، اقتصاد مردم هی روز به روز به هم میریزه. اینایی که سر قدرتن که اینها پولها از اینا در بانگا گذاشته هست، از مال ملت و از خون از این ملت، سرمایه دار برای از اینا در زمستان خانه ایشان گرمه و در تابستان خانه ایشان سرده. در الان از زمستان از خانه گرم میآیند داخل موتر گرم و از موتر گرم بیرون میشن میرن به اداره گرم. در تابستان هم خانه اینا سرد، داخل موتر سرد و میرن به کار اداری سرد. فقیر و مسکین و بیچاره ای که در تابستان میسوزه و در زمستان از بین میره، اینها از حال از این ملت چی خبر دارن؟ تو وقتی رئیس جمهوری با عنوان صفت رئیس جمهور تعیین شدی چه کار میکنی؟ صلاحیت نداری؟ برو کنار. صلاحیت داری از فرمان خود، از قدرت خود استفاده کن. بگو فلانی فلانی وزیر، فلانی ولی، فلانی قمندان، فلانی و بالاخره من رئیس جمهورم یا فرمانمه. اگر صلاحیت نداری برو کنار، میخوایی چه کار کنی؟ پس ریشه اول اینه که هر انسانی که در طول ای 10-12 سال به صفت رئیس جمهور آمده ضعف دینی داشته. وقتی ضعف دینی داشت، ضعف ایمانی داشت، طبعا سیاست از او سیاست اسلامی نیست. در حکومت افغانستان وقتی دیگر ریشه یابی بکنیم، در حکومت افغانستان ما فعلا میگیم که فلان شخص رار گرفته، چور کرده، چپاول کرده. دزدا سر رار گرفتن، چور کردن، چپاول کردن، راهزنن، قطاع و طریق میگیم. در حکومت فعلی از ریشه هایی که مشکلات به بار آورده، چون ظلم در حکومته، بیعدالتی در حکومته، بی بندوباری در حکومته. البته ما باید یک نکته به خدمت همه عزیزان ایر به عرض برسانم که ما در حکومت و در نظام برادرای مخلص و متدینی داریم، چی در مرکز و چی در ولایات مختلف. انسان‌هایی هستند که متقی، پرهیزگار، ولی انگشت شمارن، ولی حرف اینا به جایی نمیرسه. پس این برادرهایی که به اخلاص و به محبت و به خاطر خدا آمدن که این چوکی که نشسته یعنی یک مفسد نه یه پر نکنه، آمدن قرار گرفتن، الله سبحانه وتعالی ایشان را حفظ کنه و امثال ایشان را بیشتر و بیشترتر بگردانه. آمین. پس وقتی ما میگیم حکومت فاسده و نظام فاسده، هدف ما از مفسدین هست، نه او عزیزان و برادرانی که مخلص و متدین در عرصه های مختلف در حکومت کار میکنن، که الله سبحانه وتعالی ایشان را حفظ بفرمایه. آمین. در حکومت وقتی ما میگیم ظلمه، ستمه، بیعدالتیه، بیبندوباریه، فساد اداریه، اینا رو جز ریشیابی. من جناب استاد رحیمی صاحب، بله،
میگیم چرا مشکلات در افغانستان هست. ما به طور خلاصه و فشرده ما اشاره میکنم فقط نمونتن. بله. کسی که رئیس جمهور کشور قرار میگیره، رئیس جمهور هست. بله. خب ای به صفت رئیس جمهور ای اگر گرسنگی نکشه از حال گرسنگان وطن خبر نمیشه. یقینا. اگر مشکلات بر سرش نیفته، کاش که رئیس جمهور در یک خانه زندگی میکرد که ای برف حالک بر خانه از او هم میفتاد، در و دیوارش میشکست، فرزندانش در زیر برف اذیت میشدن، اینجا متوجه میشد که یا الله دیگه افراد چه کار میکنن در این قسمت. شاید از پشت چنان فامیل رئیس جمهور، بسیاری از وزرا، مسئولین حکومتی پشت شیشه ها از بست خانه گرمه. بله. خانه ها که گرمه، پشت شیشه ها که برفه، ببینن پنجره برای یک چند دقیقه باز کنن، برای چه خوب هوای میای از این بیرون. شاید برای یک تماشا، فقط برف را تماشا کنن. سیدنا عمر رضی الله عنه وقتی که متوجه میشن که زیر دستان اینا گرسنه ان، قسم یاد میکنن که والله قسم تا زیر دستانم گرسنه باشه عمر سیر نخواهد خوابید. یعنی سیدنا عمر گفت من دیگه غذای نمیخورم که زیر دستانم، برای زیر دستانم میسر نشه، و از خود را سیر نمیکنم تا زمانی که زیر دستانم سیر نباشه. این فاروق اعظم هست. ما وقتی میگیم رئیس جمهور، خب میآید در تلویزیون هم یا صحبت میکنه که من راه ابوبکر صدیق را تعقیب میکنم، راه عمر فاروق را تعقیب میکنم، راه خلفای راشدین را تعقیب میکنم. چگونه این ریشیابی؟ وقتی ما میگیم ریشیابی بکنیم، خب بیایم از ابتدا شروع کنیم که مشکلات در کجاست. رئیس جمهور در کشور یک فرده، از افراد کشور هست، فقط اسمی هست رئیس جمهور. بله. اسم یک شخص میشه وزیر، اسم یک شخص میشه معلم، اسم یک شخص میشه بالاخره کارگر. بله. یک وکیل فرق نمیکنه. اسم یک شخص هست نجار، مستری، خیاط، یک شخص هم هست رئیس جمهور. رئیس جمهور دیگه گپ بالاتر و بالاتر اینه. یک فردی از افراد کشور اسمی هست رئیس جمهور تا اینکه کلن کشور رو اداره میکنه. حالا این شخص وقتی ما میگیم در نظام ظلمه، بیعدالتیه، خب اینا ریشیابی بشه. ریشیابی از این میکنیم که معاش رئیس جمهور چقدر هست. معاش رئیس جمهور در یک ماه در حساب افغانی وقتی بگیم 480,000 افغانی، این معاش رئیس جمهوره. و از جمله چیزای جالبتر، جناب استاد رحیمی صاحب و بینندگان عزیز باید متوجه بشن، رئیس جمهور قبلی از ریاست جمهوری رفته برکنار شده. بله. این قانون فیصله شده که این معاش باید مادام العمر برای از این داده بشه. چرا مادام العمر داده بشه؟ اگر این چیزی نداره، این فردی از افراد این کشور هست، بره بل بزنه. او اشخاصی که سرک جارو میکنن با این شخصی که دیروز رئیس جمهور بوده امروز نیه، چی فرقی؟ پول نداری؟ سرمایه نداری؟ برو سرک جارو بکن. یه وقتی یه حرف رو بزن، عجب، شخص تا دیروز رئیس جمهور بوده امروز بیای سرک جارو بکنه، بیای کارگری بکنه. وقتی ما میگیم ما بنده خدا هستیم، وقتی ما میگیم ما از رای حلال میخواییم پول رو به دست بیاریم، خب همین بحث هایه. سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، وقتی نگاه کنیم که اینا از خزانه مسلمان ها و بیت المال چقدر معاش داشتن، معاش اینا چقدر بود و چی اندازه بود، به اندازه ای که فقط بخور نمیر و نمیر، همین اندازه بود معاش رئیس جمهوری که در افغانستان این صفت رئیس جمهور میره برکنار میشه، باز این اندازه معاش ازی ما دام العمر. و کسی که رئیس جمهور فیلی قرار میگیره 480,000 معاش ازی، از معاونای چقدر باشه مثلا 276,000، از رئیسای هر دو مجلسی که ما و شما وقتی که بیان میکنیم 227,500 افغانی،
از شورای مثلا ملی وقتی که نگاه میکنیم 1,95,000 افغانی، هر کدام از این وقتی که نگاه میکنیم، اما میایم یک معلم خب مشکلات از اینجا بروز میکنه. وقتی میبینیم بیعدالتیه، ما بیعدالتی رو نمیپذیرم، ما ظلم رو قبول نمیکنم، ما خیانت رو قبول ندارم. وقتی من میگم من خیانت رو قبول ندارم، یعنی چنین اشخاصی که سر کار بیاین و قانون رعایت نکنن، من اینا رو که قبول نداشتم، طبیعتا بین موازی درگیری صورت میگیره، مشکلات ایجاد میشه. وقتی که عدالت نبود، جای عدالت رو بیعدالتی گرفت، جای بالاخر عدالت و صداقت بالاخر خیانت گرفت، طبیعتا مشکلات به وجود میآید. یک معلم رئیس جمهور هر چی که شده از برکت معلم شده، معلمه که این تربیه کرده و بالاخره رشد داده، امروز به صفت رئیس جمهور قرار گرفته. معلم و مربی، کسی که جامعه به طرف فوز و فلاح و رستگاری سوق میده، یک قیاس بین معاش معلم تا معاش رئیس جمهور بشه. معاش معلم امروز در افغانستان از 5,000 افغانی الى 8,000 افغانی، الى 8,000 افغانی معاش یک معلم. وقتی که نگاه کنیم 4,80,000، بیاییم با این 5,000 یک توجهی بندازیم، معاش رئیس جمهور 60 برابر معاش یک معلم هست. معلم روزانه 5 ساعتی درس داشته باشه، در 5 صنف داخل میشه، هر صنفی 50 تا شاگرد داشته باشه، روزانه معلم با چند شاگرد صحبت میکنه؟ با 250 شاگرد روزانه ای انرژی مصرف میکنه و بالاخره برای فرزندان وطن علم میآموزانه. رئیس جمهور بیام یک نگاهی، رئیس جمهور 24 و یا 25 وزیر داره. اگر روزانه رئیس جمهور نشست و برخاست داشته باشه، بمی 25 وزیر خود سر و کار داره با 25 نفر، 34 ولایت داره افغانستان، روزانه مثلا بنشینه با ولیان ولایات مختلف که همه رو جمع کنه، بازم میشه 34 ولایت، 34 نفر. اما یک معلم روزانه 5 ساعت میره داخل یک صنف با شاگردای مختلفی، به اصطلاح ما و شما یک لفظ داریم میگیم کلاب میساونه، تا چیز یاد میده برای از اونها. معاش معلم هست 5,000 الى 8,000 افغانی و معاش رئیس جمهور هست 60 برابر معاش یک معلم. اینا ریشیابیه دیگه. معلم وقتی میبینه زندگی خوب نداره، مشکلات داره، مریضداری داره، در سرمای زمستان قرار گرفته، در گرمای تابستان قرار گرفته، 5,000 افغانی چه کار باید بکنه، کجا مصرف بکنه، انتهای 8,000 افغانی کجا مصرف بکنه و چگونه و بالاخره در این عرصه‌های مختلف، خب طبیعتا این چی به بار میایه؟ معلم وقتی اقدمن شد، سر صنف میره شاگرد پرسان میکنه جناب معلم شما چقدر معاش داریم؟ ما 5,000 افغانی. شاگرد فکر میکنه وقتی فردا من معلم بشم همیت خار و زار میشم، به همین مشکلات قرار میگیرم. از این لحظه فکر این شاگرد طرف درس و تعلیم نیه، به طرف به دست آوردنه بالاخره که از چی راه مشکلات خود حل بکنه، از چی راه اقتصاد رو به دست بیاره. پس ای به طور خلاصه و فشرده ما یک اشاره، اگر معاش های مثلا بعضی دیگه معلولین رو مثلا بگیم جناب استاد رئیسی، معلول در عرصه خوردونوش اگر بگیم، خب همون شکمی که رئیس جمهور داره، وزیر داره، وکیل داره، خب معلول هم داره دیگه. معلول دستی و قطع شده، پای و قطع شده، شکمی و قطع نشده، باید او هم بخوره، باید بنوشه، باید بالاخره اگر معلول زن و فرزند و بچه داشته باشه و بالاخره باید مصرف کنه. معاش معلول چقدر هست بیننده عزیز و گرامی؟ یک معلول چشم را از دست داده، پا را از دست داده،
به خاطر نجات وطن، به خاطر آزادی وطن، به خاطر اینکه من و تو آرام زندگی کنیم، امروز معاشش چقدر هست؟ او هم از صدها معلول شاید دهها معلول معاشر داشته باشه. یک نیم هزار افغانی در یک ماه، این معاش یک معلول هست، معلول وطن. اینجا عدالت هست. رئیس جمهور 480,000 برکنارم که شد مادام العمر، و همچنین غیر از رئیس جمهور نگاه میکنیم که یارب و رئیس استر محکمه که بعد از اینکه از ریاست استر محکمه پس شد، مادام العمر معاش از ای داده بشه، آیا این عدالت هست؟ وقتی ما میگیم عدالت هست، ما طرف ما مسلمان هاست، با تو مسلمان حرف میزنیم، از چوکات قرآن و حدیث حرف زده میشه. معلول اگر دو فرزند داشته باشه و خانومش و خودش، 1,500 افغانی حالا پار از دست داده، دست دارم از دست داده، معلول هست، کار کرده هم نمیتونه، چه کار باید کرد؟ اینها همه حسابات است که در روز حشر، در روزی که ترازوی اعدل العادلین گذاشته بشه و احکم الحاکمین حکم بکنه، و او روزی که و اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان، و او روزی که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، او رو سریع الحساب باید حساب کرد. جناب استاد رحیمی صاحب، از جمله ریشه های مشکلات در افغانستان ضعف حکومت رو گفتیم، و اینکه در حکومت و نظام ظلم و بی‌عدالتی و بی‌بندوباری و فساد اداری و فساد اخلاقی، و اینکه کاملا می‌بینیم در اکثر دوائر دولتی فقط ضوابط بر روابط ترجیح داره. شما نمیتونیم بدون اینکه یک آشنایی داشته باشیم کار خود رو در اکثر دوائر دولتی اجرا کرده نمیتونیم، مگر حتما یک آشنا داشته باشیم. کارها بر ضوابط صورت میگیره، نه بر روابط. ببخشیم بلعکس برعکس بر روابط صورت میگیره. ببخشیم بر روابط هست. ضوابط یعنی قانون. اصلا میبینید در کشور هر فرد وقتی به اداره داخل میشه باید مشکل از او حل بشه، باید بالاخره، اما کارها بر چیه؟ بر روابط هست، بر ضوابط نیست. از جمله ریشه های مشکلات در افغانستان دیگه چی هست؟ اینه که سالها ملت افغانستان با خلق و پرچم و کمونیست جنگید. الان خلق و پرچم و کمونیست ها کجایان؟ سر قدرت هم. وقتی من با شخصی که تا دیروز جنگیدم به خاطر عقیده، به خاطر دین، امروز میبینم که این در دوائر دولتی قرار داره و من مواری از اون مراجعه میکنم و کارم هم درست و صحیح صورت نمیگیره، خب طبیعتا فکر میکنم که این نتایجه جنگ، جهاد، مبارزه، نتیجه چی شد؟ طبیعتا اینجی فکرم با فکر طرف مخالفه، اندیشه ما با اندیشه طرف مخالفه، عقیده ما با عقیده طرف مخالفه، اینجی مشکلات به بار میاد. تا زمانی که این حرکت ها در حکومت افغانستان باشه، قطعا و ابدا ما روح آسایش و آرامش رو نمی بینیم، چون وجود خلق و پرچم و کمونیست که اونها تا دیروز ملت افغانستان زنده به گور کردن، ملت افغانستان شکنجه کردن، ملت افغانستان به جرم دینداری، به جرم دینداری، صدها شاهد که دوستایی که در زندانهای اینها بندی بودن، وقتی نیمه های شب اینها رو می بردن زنده به گور می کردن،
دوستانی که الان در قید حیاتن قصه میکنن میگن که یعنی ما وقتی تاریخ افغانستان خیلی لازم نیه، ما بریم از کتب بخونیم. بله. در افرادی که به چشم سر اینها رو دیدن میگه یکی از این کمونیستا و این غلامان حلقه به گوش او روسیه ی روسیه. بله. اینها میگه یکی از زندانی ها سوره فتح، سوره انا فتحنا لك فتحا مبینا. بله. میگه تلاوت میکرد، میگه آمدن قرآن را از او گرفتن و بر صورتش کوبیدن و بعد او در زیر پاهای خود له میکردن، میزدن، لکتمال میکردن و بعد میگفتن که این خدایی که تو میگی یا الله یا الله، بگو که بیای تو را نجات بده. همو جنایتکارا، همو خلق و پرچم، همو کمونیست ها امروز سر قدرت آمدن در افغانستان. امروز در وقتی در سر قدرت آمدن دیگه ما چیگونه بالاخره با اینا سازگاری؟ و او حتی او انسان مؤمن و مخلصی هم که در چوکات نظام الان کار میکنه هیچ وقت با این سازگاری نداره. فعلا درسته در یک چوکی در کنار از او نشسته، از لحاظ عقیده، فکر، اندیشه با او مخالف هست. پس این یکی از ریشه های مشکلات در افغانستان وجود خلق و پرچم و کمونیست ها در نظام و حکومت کار میکنند. کار کردن اینها در افغانستان برعلاوه که مشکلات رو حل نمیکنه، مشکلات رو بیشتر و بیشترتر میکنه، بیشتر و بیشترتر. باشن جناب مولانا، فکر میکنم ریشه ها خیلی طولانی باشه، اگر اجازه میتین میریم طرف یک میان برنامه. بنده از میریم طرف یک میان برنامه انشالله. بعد از دیدن این میان برنامه باز هم در ادامه همین موضوع با ریشه های مشکلات در افغانستان خدمت جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری خواهیم بود بعد از یک میان برنامه. با سلام دوباره خدمت شما بیننده های عزیز و گرامی. موضوع این هفته برنامه ما هست ریشه های مشکلات در افغانستان، که قبل از میان برنامه جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری تعدادی از ریشه های مشکلات را عنوان کردند که عبارت بود از ضعف رئیس جمهور، ضعف دینی و سیاسی و بی‌عدالتی و ظلم در حکومت و حکومتداری و مقدم کردن روابط بر ضوابط و همچنین فساد و فساد اداری و بی‌بندوباری یکی از عوامل و مشکلات افغانستان بود و دیگر از ریشه های این مشکلات به قدرت آمدن کمونیست ها و خلقی ها و پرچمی ها، آنهایی که تا دیروز ملت افغانستان همراه آنها دست و گریبان بودند و در مقابل آنها جهاد کردند، امروز آنها بر سر قدرت آمدند. پس چنین چیزها باعث می شود که مشکلات در افغانستان روز به روز افزایش می یابد. میریم طرف مولانا مجیب الرحمن انصاری در ادامه ریشه های مشکلات که شما تقریبا ششتاش ذکر کردین. جناب استاد رحیمی صاحب، مشکلات در افغانستان متاسفانه طوری که در ابتدا اشاره کردم که جلوگیری نشده از ابتدا، مشکلات زیاد هست و ولی به طور خلاصه و فشرده ما 20 مشکل رو بیان میکنیم. بله. که همی 20 مشکل حل بشه، یعنی به اینا رسیدگی بشه. بله. افغانستان میشه یک افغانستان زیبا، یک افغانستان هم دارای امن و امنیت و اقتصاد و خلاصه
افغانستانی که آرزوی تمام ملت افغانستان هست. تا زمانی که این مشکلات در افغانستان، این ریشه های خطرناک در افغانستان باشه، مشکلات هم هست. جلوی مولانا، ملت افغانستان برای از بین بردن همین مشکلات جهاد کردن، قربانی دادن. ما بیش از 1 میلیون شهید دادیم، چند میلیون مهاجر داریم، بیش از تقریبا حدود 1 میلیون فعلا معلول در افغانستان داریم. ملت باز چه بکنه باید؟ همین مشکلات که آمده، همین مشکلات که آمده، این مشکلات وقتی برطرف بشه، حتی اگر به مرور زمان اینها برطرف نشه، نیاز به یک قیام دیگر هست، نیاز به یک حرکت دیگر هست، نیاز به این که حرکت صورت بگیره. هیچ وقت جهاد ختم نمیشه. ما فکر بکنیم که ملت افغانستان 30 سال جهاد کرد، جهاد ختم شد، این مشکلات هم باشه. نه خیر، میبینیم غزوه بدر شد، سال بعدی غزوه احد شد، میبینیم سال بعد بالاخره غزوه خندق و احزاب شد، باز میبینیم غزوه خیبر میشه، غزوه بالاخره تبوک میشه، حنین میشه، و تا الجهاد ماضین الى یوم القیامه. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. اگر بعضی به بعضی دفع نشن، زمین رو فساد ور میداره. پس بناهن ملت افغانستان که باز بعدن راحل، اگر وقت و فرصتی بود راحل ها رو بیان میکنیم، الان ما فقط ریشیابی مشکلات. بله، وقتی راحل دادیم، راحل از خود به تدریج بالاخره بحثی داره که بعدن اگر وقت و فرصتی بود بیان میکنیم انشاءالله. از جمله ریشه های مشکلات در افغانستان که این حرفا خوب بفهمن غلامان حلقه به گوش غرب و شرق، که تا زمانی که این مشکلات در افغانستان باشه، اینا رو ما به عنوان یک مشکل میبینیم. بله، اهل ایمان، مسلمان ها این به عنوان یک مشکل، پدیده خطرناک میبینن. تا زمانی که اینا باشه، افغانستان نه امنه، نه امنیته، نه بالاخره صلح و صفا و سمیمیت هست. بله. هفتم، وقتی ما میگیم خلق و پرچم و کمونیست سر کار آمده، دشمنان صحابه هم سر کار آمدن. اشخاصی که به سیدنا ابوبکر صدیق، به عمر فاروق، به سیدنا عثمان ذی‌النورین، حتی به سیدنا علی ابن ابی طالب، چون توهین به سیدنا عمر یعنی توهین به علی ابن ابی طالب، بالکل توهین به ام المؤمنین عایشه صدیقه، یعنی توهین به فاطمه الزهرا، عایشه مادر فاطمه الزهرا هست. دشمنان صحابه سر کار آمدن و بری از اینها اینقدر جرأت و اینقدر بالاخره موقف دادن و اینقدر در کنار خود اینها را قرار دادن، و تاریخ را وقتی که ما بخوانیم که دشمنان صحابه وقتی سر قدرت رسیدن با اهل سنت و جماعت چه کار کردن؟ تاریخ افغانستان رو بخوانیم، تاریخ ایران رو بخوانیم، تاریخ بخوانیم که اینها چه کار کردن. دشمنان صحابه سر قدرت آمدن و فکر و مفکوره خود را بر ملت افغانستان ترزیخ کردن، یه از جمله ریشه های مشکلات هست. هیچ وقت ما نمیتونیم شرک و توحید در یک قلب جا بدیم. یک شخص نمیتونه هم مشرک باشه هم موحد باشه، یا مشرک باشه یا موحد باشه. هیچ وقت ما نمیتونیم داخل یک ظرف شیر و بولر با هم دیگر مخلوط کنیم، بگیم اینا پاک هست، پاک و ناپاک رو یک جا جمع کردن. پس در این راستا میبینیم که مداخلات کشورهای همسایه که به ایم ربط میگیره، بالکل در افغانستان چنان هست که دشمنان صحابه در افغانستان رشد میدن، در عرصه سیاسی، در عرصه اقتصادی، در عرصه فرهنگی، در عرصه بالاخره تعلیمی، در عرصه های مختلف این رشد دادن خود از این سبب چی میشه؟ ریشه ای از ریشه های مشکلات هست که با مشکلات به وجود میاد. بالکل. پس هفتم، با قدرت آمدن دشمنان صحابه. بالکل. نهم،
خود مداخلات کشورهای همسایه از ریشه های مشکلات در افغانستان هست. بله. مداخلات کشورهای همسایه خصوصا که مثلا ما به صراحت کامل بیان کنیم در دو همسایه که ما در افغانستان داریم، ایران پاکستان. حالا ما یک رئیس جمهور پیشتر گفتیم که یک رئیس جمهور مقتدری داشته باشیم که بابا همسایه ما هستی سر جای خود بنشین. بله. نگاه کنه که چگونه مداخلاتی دارن. یکی از یک طرف راکت میزنه، موشک میزنه، جان انسانها رو در خطر میندازه و یکی از یک طرف راکت ها بند کرده بر ریشه عقیده مسلمان ها در افغانستان. یکی جسم مسلمان ها رو میزنه در افغانستان، یکی عقیده مسلمان ها رو میزنه، فکر و مفکوره مسلمان ها رو. پس ای از جمله ریشه های تا زمانی که دست ایران و پاکستان در داخل افغانستان باشه، ما وقتی ایران و پاکستان میگیم دوستا و عزیزا متوجه باشن ملت پاکستان و ملت ایران ما در نظر نداریم. ملت پاکستان، ملت ایران، اینها برادران ما هستن. هدف سیاست های شوم و غلط اونهاست، سیاست های خلاصه حکومت داره اونهاست که میبینیم کشور رو به ایرانی و اینها میکشانن. پس در این راستا ما تا زمانی که مداخلات بی جای کشورهای همسایه در افغانستان باشه، ما مشکلات در افغانستان داریم. کاش که یک رئیس جمهور مقتدر پیدا میشد که یک مشت محکم به دهان ازی میزد، یک مشت محکم بر دهان ازی نشان میداد که ملت افغانستان غیرت دارن، ملت افغانستان از خود. پس در این راستا ما هفته گذشته، دو هفته قبل اشاره کردیم، بله، در افغانستان چقدر افغانی های مسکین و بیچاره به طرف ایران به خاطر کارگری میرن، ایران اونا رو اعدام میکنه، ایران اونا رو به رگبار مسلسل میبنده، حالا افغانی مسکین رو کشته که خیر، جنازه از اور میت اور تحویل افغانستان نمیده، به صد آزار و اذیت و اینها. آیا یک روز شده که افغانستان هم جواب بالمثل بده؟ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. هیچ کس حق نیست یک صدای خور بکشه مگر بر او که ظلم شده صدای خور بکش. به اندازه‌ای که به تو ظلم میکنه تو هم ظلم کن، نه بیشتر، تجاوز نکن از او حدی که به تو شریعت اجازه داده، دین اجازه داده، سیاست به تو در این راستا. پس از جمله ریشه های مشکلات در افغانستان مداخلات کشورهای همسایه و خصوصا کشورهایی که نام گرفته شد. نهم، ریشه های مشکلات وقتی که نگاه کنیم تلویزیون های مبتذل و لجام گسیخته در افغانستان. تلویزیون در افغانستان رقص، پایکوبی، سریال های مبتذل، سریال های مزخرف، خواندن‌های مزخرف، اینها ریشه مشکلاته. تا زمانی که تلویزیون در افغانستان بخانه برقصه، در افغانستان امن و امنیت نمیایه. چون به خاطر چی؟ ملت افغانستان جهاد کرد به خاطر عقیده، جهاد کرد به خاطر فساد که از ریشه کن بشه، مفسدین دور بشه. پس اینها همه ریشه های یک مشکلات در افغانستان. تا زمانی که تلویزیون های مبتذل باشه، رقص های مبتذل باشه و بالاخره حتی چیز دیگری که در اینجا به زمینه کنم زمینه بشه، بله، کنسرت های مزخرفی که در افغانستان خصوصا در مرکز میبینین کنسرت های صورت میگیره، در یا بعض ولایات دیگر زن بیار برقص و رقاصه و رقاصگیری کن و در این راستا. خب طبیعتا هر جامعه مفسد خور داره، هر جامعه مصلح خورم داره. قرآن میگه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. بله. انسان‌های مؤمن و متقی و پریزگار همیشه مبارزه میکنن با چی؟ با انسان‌های مفسد و فسادکار. بله. پس اگر ما در افغانستان 10 تا فاسد داشته باشیم، 90 تا دیگه انسان‌های مصلح هستن، دیندار هستن، متدین هستن. متدین و انسان مؤمن هیچ وقت فساد رو نمیخواد. پس درگیری صورت میگیره. باید که این ریشه متوجه بشیم که یکی از ریشه های
ریشه های مشکلات در افغانستان، تلویزیون های مبتذل و کنسرت های مبتذل و بالاخره حرکت هایی که باعث ویرانی فکر و مفکوره جامعه ما میشه. و موضوع دیگری که از جمله ریشه های مشکلات در افغانستان وقتی بررسی بشه، جامعه افغانستان هر روز قتل، کشتار، بله، هر روز انفجار، هر روز بم، هر روز ویرانی. خب اینا چی به وجود آورده؟ چگونه ریشیه؟ حدود خدا و قصاصی که در قرآن گفته شده ترک شده. در سرزمینی که حدود خدا جاری نبود و قصاص صورت نگرفت حیات نیه. ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. من این بارها و بارها گفتم، حتی در افغانستان از طریق منبر هم اشاره کردم. قرآن عظیم الشان میفرماید که این انسانهای مفسد فسادکار اینها را گرفتیم، ولا تأخذکم بهما رأفه، رأم صورت نگیره. ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. قصاص حیات است، زندگی هست. اما در افغانستان دزد، قاتل، مفسد، جنایتکار گرفته میشه، بعد چکار میشه؟ به صفحه تلویزیون رو از این نشان داده نمیشه، پشت سر رو از این نشان داده نمیشه. به خاطر چی؟ حقوق بشر گفته رو از این نشان ندیم که یا جان از این در خطر میفته یا آبرو از این در بین جامعه میره. شخصی که خانه اش دزدی شده، بله، یا اگر خدای نخواسته به فامیلش تعدی و تجاوز صورت گرفته باشه، فرزندش مثلا اختطاف شده، بالکل نازنینش، جیگرگوشش 10 روز 20 روز از آغوش خانواده بوده به آغوش جنایتکاران، حالا مثلا اونا گرفته شدن، بله، میره به زندان. در زندان هم زندانای افغانستان بسیاری وقتی که آدم میپرسه پرسان میکنه حال و احوال اینار، شاید خیلی راحت تر از اون خانه که دارن اونجی راحت تر باشن. در اونجی شاید ضرب و شتم و بالاخره تحقیق و در این قسمت ها نباشه، نانخور میخورن در اونجی، موبایل هم که آزاده از همونجی، داخل زندان داخل مبس خود مجرمین دیگر خود در ارتباط هستن و بالاخره تا صدها جنایت دیگر. پس در سرزمینی که حدود الهی جاری نباشه، قصاص نباشه، قاتل قصاص نشه، مجرم به سزای اعمال خود نرسه، به جزای اعمال خود نرسه، مشکلات هست. مشکلات هست. چند حادثه داریم که انسانهای وحشی صفت به طفل 5-6 ساله تجاوز کردن. چند حادثه‌های دلخراش شنیده شده. اینا چکار شدن؟ اینها کجا شدن؟ در این قسمت وقتی او حیوانی که قرآن چیزی با میفرمایه، میگه اولئک که کل انعام بل هم اضل، بعضی انسان ها مثل یک حیوانن، بلکه از یک حیوان پسترن، از یک حیوان. هیچ حیوانی سراغ نداریم که آماده باشه برای به مو هم جنس صغیر خود. خلاصه یک کلب آماده باشه امیتی یک حرکت انجام داده باشه. این انسانی که میای به یک طفل 3 ساله 4 ساله 5 ساله تجاوز میکنه، حکومت در قبال این چه کار کرده؟ به این چی گفته؟ این سرنوشت از این به کجا؟ این چرا به زودترین فرصت این انسان بدبخت شقیر از روی زمین دور نساخته؟ پس این ریشه های مشکلات هست. به فرزندش، شخص به فرزندش تجاوز شده. استاد ریمی عزیز، بله، به فرزندش تجاوز شده، به ناموسش تجاوز شده، مالش را به غارت بردن، آبرویش رفته. حالا شخصی که این جرم و جنایت را کرده دستگیر شده به قانون، قانون ایر داده به زندان، به زندان هست. هر لحظه که این شخصی که به طفل و به زن و به ناموس و به مالش تجاوز صورت گرفته، به یادش میآید که طرف در زندان در قید حیاته.
وجدانن عذاب میکشه و چی بسا هم این جنایات رو کردن از زندان آزاد شدن، آزاد به خود میگردن با 10 نفر مسلح و 20 نفر مسلح و بالاخره به متمتراغی که داره آزاد میگرده. حالا این شخص وقتی ایر میبینه که دشمنش آزاد میگرده، این چه کار میکنه؟ اقدمن میشه علیه نظام، علیه حکمت، علیه بالاخره رژیم حرکت میکنه، قیام میکنه، مشکلات به بار میاره. این ریشه های مشکلات. این تنها به این فکر نباشیم بیش از 40 کشور آمده، 100 میلیارد دلار هم آمده. او کسی که به ناموسش تجاوز شده و طرف آزاد میگرده، 1000 میلیارد دلار دنیا بدن او آرام کرده نمیتونن، جز این که او باید انتقام خور بگیره از جنایتکارا. او کسی که تا دیروز پدرش را، خانوادهش را زنده و گور کرده و امروز بر چوکی قدرت نشسته، هرگز دنیای را آرام نمیکنه که آرام بره بنشینه، فکر میکنه در مقابلش قیام میکنه. ما امروز این جنگایی که در افغانستان میبینیم، اینا جنگایی نیه که بالاخره ما بخوایم اینا رو به زودترین فرصت اینا رو آرام بکنیم. راه آرام کردن یا همینه که نظام اسلامی بشه، در چوکات قرآن و حدیث بشه، نظام قانونی بشه و قانونمند کار بشه. تشکر جناب مولانا انصاری، مثل که باز هم فراوان است. اگر اجازه میتین میریم طرف یک میان برنامه و بعد از میان برنامه انشاءالله میریم طرف تماس های بیننده ها، چون آنها گله داشتن که برای آنها وقت مناسب داده نمیشه. و بیننده های عزیز، میریم طرف یک میان برنامه انشاءالله. بعد از این میان برنامه با تماس های شما برمیگردیم و صدای گرم شما را میشنویم، چون در برنامه های قبلی وقت مناسبی برای شما داده نتوانستیم. سعی میکنیم که بیشتر بیننده ها را با خود داشته باشیم، صدای گرم آنها را بشنویم. البته ریشه های مشکلات تعداد تا تقریبا 10 تایش جناب مولانا ذکر کردن و تعداد باقی با راه حل ها انشاءالله در برنامه بعدی روی آن صحبت خواهد شد. میریم طرف یک میان برنامه و بعد از میان برنامه با تماس های شما برمیگردیم. وصال حق، اسلام ناب بدور از خرافات. و بگو این سخن حق از سوی پروردگار شماست، پس هر که می خواهد ایمان بیاورد و هر که می خواهد کفر ببرزد. براستی ما برای ستمکاران آتشی فراهم نموده ایم که دیوارهایش آنان را از هر سو محاصره می کند، و اگر درخواست آب کنند، آبی چون مس گداخته به آنان داده می شود که چهره ها را می سوزاند. چه آشامیدنی بدی، و دوزخ جایگاه بسیار بدی است. با سلام دوباره خدمت شما بیننده های عزیز و گرامی. قسمی که شاهد بودین قبل از میان برنامه، ریشه های مشکلات تعدادش جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری ذکر کردن. البته بنابر قلت وقت و ما خواستیم که وقت مناسبی برای شما هم داده بتوانیم تا تماس بگیرین و صدای گرم شما را بشنویم. البته قرار بود جناب مولانا انصاری قسمی که اشاره گفته بودن تقریبا 20 ریشه ذکر میکنن، ریشه های مشکلات در افغانستان. البته 10 تایش ذکر کردن، 10 تای دیگهش میمونه برای هفته های بعد. امیدوار هستیم که انشاءالله 10 تا بمونه، باز دیگه 20 تا نشه. بسیار خوب بیننده های عزیز، همکارای تکنیکی ما از اتاق فرمان شماره برنامه را زیرنویس میکنن، زیرنویس کردن. شما هم اکنون میتوانین تماس بگیرین و روی موضوع برنامه صحبت بکنین. البته وقتی که تماس شما با برنامه و با استودیو وصل میشه، لطف نموده صداهای
تلویزیونتان را خاموش بکنید و صدای ما را از طریق گوشی تلفن بشنوید. سوال برنامه از بیننده ها البته این است که ریشه های مشکلات به نظر شما چیست؟ ریشه های مشکلات در افغانستان چیست؟ شما هم می توانید که در این مورد ریشه های مشکلات را ذکر بکنید، آنچرا که شما فکر می کنید که عامل و اساس و باعث مشکلات در افغانستان شده است. مردم استاد رحمی صاحب، شما گفتیم که 10 تا بمانه، در هفته آینده باید 20 تا نشه. شما دعا کنیم، ما هم دعا میکنیم، همه دوستا و عزیزا دعا کنن که الله سبحانه وتعالی مشکلات افغانستان را حل کنه و این مشکلاتی که هست برطرف بسازه. آمین. که هفته آینده من بیام به شما بگم افغانستان هیچ مشکلات نداره. آمین. و من هیچ حرفی ندارم. آمین. در قسمت آمین. جزاکم الله خیرن. من های زیاد پشت خط هستم، به اجازه شما میرم طرف بیننده ها. بله، سلام علیکم و رحمت الله. بله، سلام علیکم. بله، سلام علیکم. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. بنده عزیز بفرمایید، کی هستید و از کجا تماس گرفتید؟ تشکر، سلامت زنده باشین. مالکفی هستم از ایراد صحبت میکنم. سلام از ایراد دارم خدمت جناب مولانا سید برامون انصاری و تمام بیننده‌های شبکه جهانی و صالحه. و علیکم سلام و رحمت الله، تشکر از شما که در برنامه خودتان تماس گرفتید. سوال برنامه البته این است که ریشه های مشکلات در افغانستان به نظر شما چیست؟ تشکر. یکی از ریشه هایی که بعد از رفتن جناب مولانا سید در افغانستان هست و شاید شاید باشیم شما هم پیدا شدن داعش هست که هم مردم از جمع نگران کرد. یعنی می فهم چطور خواهد شدی، هم یکی از ریشه های هست. جناب ریشه های دیگر که جناب مولانا سید گفتن، دیگه هم یکی از بزرگترین ریشه هایی که در افغانستان تازه روی کار آمدن. تشکر. شما هم سوالی دارین؟ بله، سلام علیکم و رحمت الله. بله، سلام علیکم. بله، سلام علیکم و رحمت الله. الو، سلام علیکم. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. بند عزیز بفرمایید، خود معرفی کنید. سلامت باشید. سلطان احمد مجرات. سلام دارم به شما مجری محترم و مجیب الرحمن عزیز. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. سوال برنامه این است که ریشه های مشکلات در افغانستان به نظر شما چی است؟ مشکلات به افغانستان که مشکلات زیاده، مشکلات از همه جا که بگیم مشکله. سبب این مشکلات چیست به نظر شما؟ مشکلات سبب و عامل این مشکلات چیست؟ مشکل بیکاریه، مشکل بیکاری. مردم اگر دارن به هر گروهی، به هر چیزی، مردم بیکاره، مردم برادر توانایی نداره و هر چیزی که بیای داخل افغانستان رو میارن، یعنی یا داعش باشه یا طالب باشه یا هر چیزی که باشه. این مشکل اساسی مردم افغانستانه. بله. دیگه مشکل از این هسته که مشکل ایرانه. از بیکاری مردم میره به ایران، میره کشته میشه. مردم به هر روز شاید 10 نفر 20 نفر به میره کشته میشه. مردم از بیکاری، از بدبختی میره به ایران میره. بله. این مشکلات مردم افغانستان و مردم فقر بیچارهای افغانستان است که دولت فکر به این مردم نمیکنه. تشکر از شما. تشکر از شما. بنده از شما هم سوالی دارین؟ سوالی دارین از جناب مولانا؟ زنده باشین. تشکر. سلامت و زنده باشین. تشکر از تماستون. خدا حفظتون. زنده باشین. خدا حافظ. بله، سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. بنده از خود معرفی کنید. فاطمه هستم از قلب آسیا. از کجا؟ قلب آسیا. بله، بفرمایید. میخواستم با استاد مجیب الرحمن انصاری صحبت کنم. بله، صدا شما را میشنوند، بفرمایید. سوال برنامه این است که به نظر شما مشکلات افغانستان، ریشه های مشکلات افغانستان در کجاست؟ استاد انصاری، خیلی ازتون ممنونم که در راه رسیدن به خدا من را برای من بشن میکنید. آرزو دارم که مسئولین افغانستان هم مانند شما فردی دینشناس و خدا ترس باشن. آمین. و در آخر ازتون خواهش میکنم که برای پیشرفت افغانستان از نظر اسلام دعا کنید. انشاءالله. جزاکم الله خیر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. بله، سلام علیکم و رحمت الله. بنده عزیز لطفاً صدای تلویزیونتون رو ببندید.
بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. سلام علیکم برادر عزیز، خوب هستید؟ و علیکم سلام و رحمت الله، سلامت و زنده باشید بنده عزیز. بفرمایید کی هستید و از کجا تماس گرفتید؟ اولم شیخی عزیز هستم از ولایت هرات بتون باشید. خوش آمدید بنده عزیز، بفرمایید. سوال برنامه این است که ریشه های مشکلات در افغانستان به نظر شما چی است؟ میخواستم از جناب جی خدیب ساید بله من دیگه گفت این با میخواستم جی خدیب ساید به حق ما دوا کنم، ما میخواییم بریم به ایران بریم. این سوال داشت. تشکر از شما بینده عزیز، انشاءالله جناب مولانا انصاری در حق شما دعا خواهند کرد. تشکر از شما، تشکر از تماستان. بله سلام علیکم. خوش آمد بینده عزیز، میشه خودم معرفی کنید لطفا؟ صدای تلویزیونتون را ببندید لطفا. بله سلام علیکم رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله تعالی و برکاته. غلام فاروق هستم از ولایت غور افغانستان. خوش آمدید بنده عزیز، بفرمایید در مورد سوال برنامه که ریشه های مشکلات در افغانستان چی است؟ سلام ویژه دارم خدمت جناب محترم الحاج مولانا صاحب مجیب الرحمن انصاری. و میشه درباره موضوع برنامه شما گفت که ما در افغانستان دو نوع مشکلات داریم، یک مشکلات ملی و یک مشکلات دولتی داریم. بله. البته مشکلات دولتی ما که هست این هست که در افغانستان به حساب دولت قانون اسلام وفا نیست. ما میبینیم امر بالمعروف از بین بردن، بر این وضعش حقوق بشر رو آوردن. بله. و همچنان به حساب ملت هم که بگیم، یک نمونه از مشکلات دولتی ما بود، به حساب مشکلات ملت بگیم، ملت ما هر کدوم و هر کس از خود یک مشکل داره که خود بینی نداره، خود اصلاح نمی کنیم هیچ کدوم، ما فقط همه که با پشتی همه ضرر به یک دیگر می پردازیم. بله. من الله توفیق. السلام علیکم. تشکر از تماستون، خدا حافظتون. بله سلام علیکم و رحمت الله. الو سلام علیکم. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. بنده عزیز خودم معرفی کنید لطفا. من نزار هستم. بله بفرمید. یک سلام. بله سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم، مانده نباشید. سلامت و زنده باشید بنده عزیز، کی هستید و از کجا تماس گرفتید؟ محمد هستم از مزار شریف. خوش آمدید محمد جان، بفرمایید. سوال برنامه این است که ریشه های مشکلات در افغانستان به نظر شما چیست؟ به نظر ما خوب مشکلات را مولانا صاحب کلش تشریح داد، لیکن مشکلات ها کلش از نظام است. یه نظام که یک هم گدوات می سازه با فکر ما کلش اکثرتش از مردم ایران است که همین ذهن مردم خراب میکنه. از جسمی که از جسمی را که میزن و قدر پروا داره، مثل که این ذهن انسان ها را که خراب می سازه. ولی ما شاهد یک صحنه دیگه هستم که همین کلانای ما که هست مکمل اینا اصلا ما چیم که یا نمی فهمه یا پیسه خورد از اینا، کل زنا طرفدار زنا خلاص به حساب دعوا و دیگر جگه بده بین دو مسلمان شوه. ما خود ما در منطقه کوهستانی درجات کار میکنم. بله. 260 کیلومتر را ما منزل کرده این منطقه را. اصلا ما دو منطقه مسجد نیزم، اگر دو خانه بودم دو خانه اونا تکی خانه داشت. منطقه که ما کار میکنیم ملکیت یک پشتون بودم، اونجا تقریبا 200 زمین داشت، بسیار یک خلای بزرگ داشت. بله. او فرار شده بود، در بین مقلا یک مسجد داشت. بازار مردم محل برای ما گفت که یک بچی بیاقل بود، اما گفت که برای ما در روی مسجد بیادبی بسیار معاف همین چلمه سرگین گابه ها را زده بود. ما بسیار رو را کوشش کردم، ما گفتیم یک اکسیزه برای ما بر پیسه برای ما در خطر شد بچه برای ما ورده نتانیست. لیکن تو سایی که یه حالات ما را که در خوش دا خانه از این مردم از کس گاب نمیزنه. بله. ولی در بامیان چی خبر ملکیت از مردم های پشتون از کلش بیچاره فرار شده. ولی این ممامی کلانه خود فکر میکنی که اینا را اصلا نمیبینه، اینا کار از چی والا. تشکر از شما بینده عزیز، تشکر از شما بینده عزیز، نظرتون گرفتیم و بینده های زیادی پشت خط داریم. تشکر از تماستون، خداحافظتون. بله سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. بینده عزیز خودم معرفی کنید لطفاً.
محمد امنیان هستم از ایران تماس میگیرم. اسمتون؟ محمد امنیانم. بفرمایید. سوال برنامه این است که ریشه های مشکلات در افغانستان به نظر شما چیست؟ سلام عرض می‌کنم. سلام به شما و استاد بزرگوار. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. بله سلام علیکم و رحمت الله. بله سلام علیکم. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. بنداز خودم معرفی کنید لطفا. بنده اما هم ولایت کندز افغانستان. اسمتان؟ محمد. محمد جان خوش آمدید به برنامه. سوال برنامه این است که ریشه های مشکلات در افغانستان به نظر شما چی است؟ بله واقعا یک تعداد مشکلات را به انصاری مطرح کردم و هم مشکل بود که بنده نظرم به همون است. مشکل دیگری را که من خودم به نظر شخصی خودم میبینیم که جمهوری اسلامی باشته یک واقعا اگر نگاه کنیم عمل کردی علی بودی اسلامی را هیچ بوی از اسلام نمیتر. همون تا مجرمانی که دستگیر میشه به دولت به جناب انصاری صاحبم اشاره کردم. متاسفانه بیننده عزیز صدای شما مشکل داره، قطع وصل میشه. میتونین دوباره تماس بگیرین لطفا. بله سلام علیکم و رحمت الله. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم و رحمت الله. الو سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بنده عزیز خود معرفی کنید لطفا. از ایران زنگ میزنم. عبدالله هستم. عبدالله جان از ایران خوشم. سلام با شما. سلام با استاد محترم مجیدالرحمن انصاری. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید به برنامه. محترم اگر رئیس جمهور بشه همی مولای صاحب که بشه که من حرفاش پوش کردم بسیار حرفای منطقی رئیس جمهور برای رئیس جمهوری بایی بایی مولای صاحب میارده. خواهش میکنیم. تشکر از لطفتان. من پوش کردم بسیار حرف منطقی با کشورهای همسایه با این اون اصلا بگه باید این باید بشه. اینه دیگه. دعا بکنیم که اینها باشه. دعا بکنیم زنده باشه. تشکر از شما. سلام ممنون. زنده باش. خدا حافظتان. بله سلام علیکم و رحمت الله. علیکم سلام و رحمت الله. بنداز خودم معرفی کنه لطفا. فاطمه هستم از تاجیکستان. خوش آمد خواهر گرامی. بفرمایید موضوع برنامه ما هست ریشه های مشکلات در افغانستان. به نظر شما ریشه های مشکلات افغانستان چی است؟ ما از شما یک برخورد داشتیم. بله بفرمایید. شماره تلفن. متاسفانه صدا تماسشان قطع شد. بن عزیز ظاهرا شماره شما را میخواستن. بله سلام علیکم و رحمت الله. بله سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بن عزیز کی هستید و از کجا تماس گرفتید؟ از کشم بدخشان هستم جناب. اسمتان؟ حاجی عبدالغفور از کشم بدخشان برادر. حاجی سید عبدالغفور خوش آمدید به برنامه ما. سوال برنامه این است که ریشه های مشکلات در افغانستان به نظر شما چی است؟ به نظر ما بزرگوار 100% رشوت است برادر. بله. تنها رشوت است؟ بله. تنها رشوت است یا دیگه عوامل دیگه هم داره؟ به نظر ما 100% رشوت است برادر. تشکر از تماستان. سوالی هم از جناب مهمان برنامه ما دارین؟ سلام. بله. سوال سلام عرض میکنم خدمت مولای صاحب و شما. موفق باشین. سلامت باشید. تشکر از شما بیننده عزیز. تشکر از تماستان. خداحافظتان. بله سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام برادر وطنم. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ سلامت و زنده باشید. کی هستید و از کجا تماس گرفتید؟ اسم ما جلال الدین از ولایت فاریاب تماشید. جلال الدین جان از فاریاب خوش آمدید به برنامه. سوال برنامه این است که ریشه های مشکلات در افغانستان به نظر شما چی است؟ ریشه های افغانستان در نظر ما این است که اول که جهر بودن امریکا در افغانستان است.
چون که دبل کیرا وقتی که حاضر شدن در مرکز در حال کردن قانون ایران قانون افغانستان همه چی کردن برپا همه بزیر کردن قانون خود را برپا کردن و دومی که افغانستان مردم همه دولت افغانستان که هست دشمنان صحابه و دشمنان پیغمبر را که بنا به در کنار خود قدرت کردن دوم ای هست بله اما خداوند میخواین که ملکم به حضور بدن گروه داعش در افغانستان ملکم دشمنان همه صحابه و دشمنان پیغمبر نابود بشه آمین تشکر از تماستان بند عزیز تشکر از تماستان خداحافظتان تشکر خداحافظتان خداحافظتان بله سلام علیکم و رحمت الله بند عزیز لطفاً صدای تلویزیونتون رو ببندید بنده های عزیز لطفاً وقتی که تماس میگیرید صدای تلویزیونتون را ببندید و از طریق گوشه تلفن با ما صحبت بکنید. بله سلام علیکم و رحمت الله. بله سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. بنده عزیز کی هستید و از کجا تماس گرفتید؟ شاهانی هستم از مزار شریف. خوش آمده شوالی جان بفرمایید سوال ما این است که ریشه های مشکلات در افغانستان به نظر شما چی است؟ ریشه های مشکلات در افغانستان ناآگاهی مقامات بود بله بله تماسشون قطع شد میریم طرف بنده بعدی بله سلام علیکم و رحمت الله سلام علیکم و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته خوش آمده به برنامه خود معرفی کنید بنده عزیز من علی احمد خوگیانی هستم از شهر یزد زنگ میزنم خوش آمد علی احمد جان بفرمایید سوال ما این است که ریشه های مشکلات در افغانستان به نظر شما چی است؟ به نظر ما فساد دولتی است بله فساد اداری دیگه؟ دیگر هم احکام اسلامی در دولت اجرا نمیشه بله عدم تنفیذ احکام اسلامی شما هم سوال دارین از جناب مولانا؟ بله بله من از مولانا سعی میخواستم بپرسم 13 روز پیش برای من یه حدیثه ناگوار پیش آمد که در این حدیثه مثلا به طوری عجیب زنده موندم اور از یه ساختمان 8 طبقه افتادم پایین که همه میگفتن که مثلا زنده نمیمانی ولی به کل خدا مثلا به قدرت خدا فقط یه پای چپ هم شکست دیگه هیچ مشکل واسه من پیش نمیمد میخواستم از سر گرامی پرسم یا مثلا این مهربانی که خدا شامل حال من شده معجزه حساب میشه تشکر بنده عزیز الحمدلله که شما زنده و سلامت ماندین خداوند پایتان که شکسته و رم شفای کامل و عاجل نصیبتان بکنه انشاءالله جناب مولانا انصاری پاسخ شما را خواهند گفت تشکر از تماستون در برنامه بله سلام علیکم و رحمت الله و علیکم السلام و رحمت الله بنده عزیز خودم معرفی کنید لطفا ما جمشید هستم از تاجیکستان اسمتان بنده عزیز جمشید هستم از تاجیکستان آج جمشید از تاجیکستان خوش آمد به برنامه با فکری من این همه مشکلات خودی دعوت هست باید با همه طالبان صلح کنم بله اول دولت با طالبان باید صلح بکنه دیگه دعوت باید با طالبان چیلی که ما تاجیکستان مخالفین خود سرخ کرد بله باید با همه سرخ کنم بعد دیگه خوریجی ها در کار نیستن انشاءالله نمت این تشکر بنده عزیز از تماستان نظرتون نگرفتیم امیدوار هستیم که مسئولین دولت افغانستان این نصیحت و مشوره شما را بشنوان و به عمل بکنن تشکر از تماستان بله سلام علیکم و رحمت الله از ایران زنگ میزنم از ایران اسمتان بهنام به نام از ایران بله بفرمایید سوال برنامه ما این است که ریشه های مشکلات در افغانستان به نظر شما چی است تماسشون قطع شد بله سلام علیکم و رحمت الله و علیکم السلام چه حال برین خوب هستین بخیر سلامت و زنده باشید بنده عزیز خودم معرفی کنید لطفا نظام الدین هستم از ولایت تخار به تماس شدم
خوش آمد بیندازی به برنامه ما. بفرمایید در مورد سوال برنامه ما که ریشه های مشکلات در افغانستان به نظر شما چی است؟ سلام عرض میکنم اول حضور شما و مهمان برنامه جناب محترم انصاری صاحب. وعلیکم السلام و رحمت الله. مشکلاتی که در افغانستان است برای همه معلوم است، مشکلات بی سوادی است، سخت و تنگدستی و بیکاری مردم افغانستان است. همه ما اعتقاد داریم بیکاری ملت مردم افغانستان است که این طرف مردم به طرف کفر میکشن و یک طرف به طرف طالب میکشن و یک طرف به طرف جنگ و جنجال انچدا میکشن. دیگر چی مشکلات در افغانستان باشه؟ و دیگر مردم افغانستان 10% دین حقیقی، دین واقعی رسول الله صلی الله علیه و سلم را نمیفهمند، پشت خرافات، بدعات، رسومات باطل میگردند. یک زیاد چی مشکل باشه در افغانستان؟ بسیار خوب. جهل و بیسوادی را شما باعث مشکلات افغانستان دانستین. سوالی هم از مهمان برنامه ما دارین؟ سوال ما همیست که جناب محترم مهمان برنامه دمی بوره روشنی برای ما بوده که ما ملت مردم افغانستان بفهمیم چی پاست. بسیار خوب، روشنی انداختن. انشاءالله در برنامه های بعدی نیز روی مشکلات افغانستان صحبت هایی خواهیم داشت. تشکر از تماستان بینده عزیز، خداحافظتان. بله، سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. خوبه. علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. تشکر، سلامت باشه بینده عزیز. کی هستید و از کجا تماس گرفتید؟ دین محمد هستم از ولایت هرات. خوش آمدید دین محمد جان از ولایت هرات. سوال برنامه ما این است که ریشه های مشکلات در افغانستان به نظر شما چی هست؟ نظر من مشکلات افغانستان دین محمدی و شریعت محمدی تا وقتی که نفسد افغانستان. لطفا صدای تلویزیونتون رو ببندید بیننده عزیز. تشکر از شما. لطف نموده از صدای تلویزیونتون را ببندید تا که صدای ما را از طریق گوشی تلفن بشنوید بدون کدام مشکل. بله، سلام علیکم و رحمت الله. الو، سلام علیک. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز، کی هستید و از کجا تماس گرفتید؟ من از ایران زنگ بزنم، میخوام با قلب آسیا صحبت کنم. برنامه قلب آسیا، شما دارین با مجری برنامه صحبت میکنین، صدای شما داره به طور زنده پخش میشوه. سوال برنامه این است که ریشه های مشکلات در افغانستان به نظر شما چی است؟ سلام آقای رحیمی، خسته نباشید. سلامت و زنده باشید. خدمت آقای مجیب الرحمن انصاری هم سلام عرض میکنم. وعلیکم سلام و رحمت الله. بعد از مجیب الرحمن انصاری خواهش میکنم که دوربین بیاد طرف مجیب الرحمن. بله، سلام علیکم و رحمت الله. بله، سلام علیکم. الو. بله، سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیزتان. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. خود معرفی کنید لطفا. نثار احمد رحیمی هستم، از افغانستان با شما کلام. نثار احمد جان رحیمی از افغانستان. بله، بفرمایید. سوال برنامه ما این است که ریشه های مشکلات در افغانستان به نظر شما چی است؟ به نظر من بزرگترین مشکلاتی که در افغانستان است بیسوادی مردم، فقر، اینا جمله مشکلاتی است که همیشه دامنگیر این ملت هست و همچنان نبود یک حکومتی با اقتدار که با واسطه رأی این ملت به وجود آمده باشه. بله، ملت به دو شخص رأی داده بودن، به آقای دکتر عبدالله عبدالله و آقای دکتر اشرف غنی. هر دویشان بر سر قدرت هستند و هر دویشان با رأی ملت آمدن. دیگه چی میخوان ملت؟ و شما در کل کشورهای دنیا شاهد یک انتخابات می باشیم و یک انتخابات یک برنده می داشته باشه، اما متاسفانه در کشور ما یک انتخابات بعد از 7 ماه دو برنده از خود اعلان کرد. این معلوم است که در این کشور فساد هست، هر گونه بی‌عدالتی ها در این کشور است که بالاخره انتخاباتی که در دیگر کشورها میشه در یک روز دو روز نتایج از او اعلان میشه. انتخابات در افغانستان یک روز انتخابات داره، 7 ماه بعد نتایج اعلان میشه. خوب، از 7 ماه بعد نتایج انتخابات اعلان شده و انشاءالله تا 8-10 ماه دیگه کابینه ای دولت اعلان میشه. دیگه چی میخواین شما از این دولت؟ وای، رئیس جمهوری که در افغانستان به سر اقتدار نشسته، رئیس جمهوری مردم نیست که او را مردم به رأی خود انتخاب کرده باشه. رئیس جمهوری توافقی است که در سفارت آمریکا توافق شده و بالای تاپه زده شده و آمده به چوکی اقتدار کشور نشسته و بالای مردم رهبری میکنه.
بسیار خوب. البته ملت افغانستان به دو شخص رای داده بودن و هر دویشون بر سر قدرت است، یکی رئیس جمهور و دیگه هم رئیس اجراییه. دیگه چی میخواین شما؟ باعث مشکلات افغانستان چیست به نظر شما؟ اسباب مشکلات اگر ذکر بکنید. اسباب مشکلات را در این کشور خود این دولت به وجود آورده. بسیار خوب. دولت به نظر شما عامل این مشکلات است. سوالی هم از مهمانی برنامه ما دارین؟ تشکر، زنده باشید. سلامت و زنده باشید. تشکر از تماستان بینید عزیز. بله، سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. بینید عزیز، خودم معرفی کنید لطفا. عبدالسمد. بله بفرمید بینید عزیز، خودم معرفی کنید لطفا. رحمت الله و برکاته. بینید عزیز، خودم معرفی کنید لطفا. بله، سلام علیکم. بله، سلام علیکم. بله، سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم سلام و رحمت الله. بنده عزیز، خودم معرفی کنه لطفا. من سعید هستم از ایران. فرید جان از ایران، خوش آمدید به برنامه. سوال برنامه این است که ریشه های مشکلات در افغانستان به نظر شما چی است؟ بله، ببین، باید ریشه ها رو ما دقیقا بررسی کنیم. مثلا تو افغانستان مشکلاتی هست مثل بیکاری، ازن دوزورتون دیگه، اختطاف، آدم روبایی، ناامنی، همین این مشکلات. باید ببین آدم از کجا نشأت میگیره. وقتی که تو دولت یه این اون سران حکومت یعنی رئیس جمهور رو از ایران و زیر دستاش، وقتی که نه ازن دوزورتون اسلام هیچ اطلاعی ندارن به احکام شرعی. بله، دیگه این مشکلات با خود به خود به وجود میاد. بله، تشکر از شما بیننده عزیز. تشکر از تماستون بیننده. سوالی هم دارین از مهمان برنامه ما؟ تماسشون قطع شد. آخرین بیننده را میگیریم، جناب مولانا انصاری، به اجازه شما. بله، سلام علیکم و رحمت الله. بیننده عزیز، لطفاً صدای تلویزیونتون را ببندید. خب، آخرین تماس ما هم قطع شد. بیننده های زیاد پشت خط هستن. بیننده های عزیزی که تماس گرفتن به برنامه، تشکر از لطفتان و از تماس هایتان و از صدای گرمتان را با ما و بیننده های عزیزی ما شریک ساختن. تشکر از همیتان. معذرت می خواهیم از آن بیننده های عزیزی که نمی توانیم بنابر قلت وقت تماس های شما را پاسخ بدیم. تشکر از تماستان، معذرت ما را بپذیرید. خب جناب مولانا انصاری، وقت برنامه هم البته رو به پایان هست. ما خدمت همه عزیزان و بزرگوارانی که خواهر و برادر که در برنامه تماس گرفتن، از ایشان تشکری میکنم. دوستا و عزیزانی که واقعا ریشه های مشکلات رو بیان کردن، عزیزان و دوستان، چون سوال نبود که ما پاسخ بدیم، فقط در حد اونها هم پیشنهاد داشتن و بالاخره مسائل ریشیابی کردن. خواهر عزیز و گرامی ما که طلب دعا نمودن، خواهر بی بی فاطمه که گفتن از قلب آسیا هم تماس میگیریم، حتما از افغانستان تماس گرفته باشن، چون افغانستان بیشتر مشهور در قلب آسیا هست. طلب دعا نمودن، الله سبحانه وتعالی این خواهر و سایر خواهران ما همیشه با عزت و با عفت و پاک دامن داشته باشد. و مشکلات افغانستان را الله سبحانه وتعالی حل کنه که دعای صبح و شام ما هست. و همچنین عبدالله جان از ایران که دعا کردن و بعد حسن نظر اینایی که کاش فلانی هم در صفت رئیس جمهور. من هیچ وقت نمیخواهم که رئیس باشم، یعنی به عنوان رئیس یک کشور یا یک بالاخره یک نهاد، فقط دوست دارم خادم ملت باشم، خادم امت اسلامی قرار بگیرم. در هر گوشه ای که خدمتی از دست من بیاید، از الله سبحانه و تعالی میخواهم که خداوند بر من توفیق بده در او راستا که فقط خادم باشم. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که سید القوم خادم القوم. رئیس جمهور کسی که هست یعنی خادم ملت،
خادم ملت، سيدنا عمر رضي الله عنه، سيدنا ابو بكر الصديق، سيدنا عثمان، سيدنا علي ابن ابي طالب و اي بزرگاني كه در صدر اسلام بودن، وقتی در یک مقام و یک چوکی قرار می گرفتن به عنوان خادم بودن، از الله سبحانه وتعالی می خواهیم که خداوند ما را به صفت یک خادم قرار بده که خدمت به دین، به اسلام و به قرآن و برای امت اسلامی داشته باشیم. دوست دیگر ما اشاره کردن که من چند روز قبل یک حادثه ای از سرم گذشته و بالاخره از جای بلندی افتادن و پای اونها شکسته. الله سبحانه و تعالی شفای عاجل و کامل عنایت بفرماید. رسول معظم اسلام میفرمایند که صدقه دفع کننده بلاهاست. حتما شما دوست عزیز قبل از اون یا صدقه دادید یا حرف نیکی به شخصی گفتید و خلاصه دل شکسته را به جا آوردید که الله سبحانه و تعالی برای شما ترحم کرده. چیز واضح و مسلم است که کرامات مؤمنین اولیای خدا حق. اولیای خدا کی هست؟ هر انسانی که الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آگاه باشید دوستان خدا در روز قیامت هیچ ترس و حراسی ندارند. دوستان خدا کیست؟ امروز متاسفانه در بین جامعه ما میریم دنبال دوستان خدا در گوشه و کنار میگردیم و در این طرف و اون طرف، ولی از خود فراموش کردیم. دوستان خدا کسانی هستند که الذین آمنوا و کانوا یتقون، کسی که به خدا ایمان داشته باشد و از خدا بترسد، دوست خداست. یقینا شما به خدا ایمان دارید و از خدا میترسید، شما دوست خدا هستید، خدا بر شما لطف کرده. امیدوارم که همیشه به یاد خدا باشید، همیشه به ذکر خدا باشید، همیشه خدا را خلاصه در تمام کارهایی که دارید با خود مراقب بدانید. ان الله کان علیکم رقیبا، خداوند مراقب تمام اعمال ما و شما هست. همچنین دوست دیگر عزیز ما که پرسان کردن که اینقدر مشکلاتی که شما میگوید راه حل اینها چیست، امیدواریم که به برنامه آینده بتانیم نسبت به راه حل ها و اینها صحبت بشه و از سایر عزیزان و دوستانی که در این راستا تماس گرفتن و مشارکت داشتن، الله سبحانه و تعالی عزت، سرفرازی و سربلندی دنیا و آخرت را نصیب بگرداند. تشکر جناب مولانا انصاری. البته یک بیننده ما از تخار افغانستان گفتن، نظام الدین اسمشان، سوالشان این بود که درست است که 99% ملت افغانستان البته مسلمان هستند، اما مسلمانایی که واقعی باشه بسیار تعدادشان گفتن کم هستند. چون بحث طولانی هست، انشالله این سوال در هفته آینده، چون یکی از قسمت ها و بحث ما اینه که ما وقتی مشکلات حکومت رو بیان میکنیم، ملت ما هم بی تقصیر نیان، یعنی ملت هم مشکلاتی داره، ملت هم مشکلات ملت هم تاثیرگذار بر روی مشکلات حکومت هست در این قسمت، یعنی ملت انشالله باعث میشه که انشالله این در هفته آینده با مفصل انشالله. انشاءالله تشکر از شما که در برنامه حاضر شدید، ما و بیننده های عزیزی ما را مستفید ساختید. البته وقت برنامه هم رو به پایان هست، چند دقایقی از وقت اخیر برنامه مانده، شما میتونید که با بیننده های عزیزتون خداحافظی اگر بکنید. من انشاءالله اگر عمر باقی بود که ادامه این بحث در هفته آینده، یعنی ریشه هایی که ماند اونها بیان بشه و راه حل، از الله سبحانه وتعالی خواهان توفیق هستیم که توفیق الهی اگر نباشه ما نه حرف زده میتونیم نه را رفته میتونیم، توفیق الله هست خلاصه در تمام عرصه ها. آخرین حرفم این هست بیننده عزیز و گرامی، همه دنیا ما و شما که با همه نشیب ها و فراز ها، با همه شادی ها و غم ها، با همه راحتی ها و سختی ها در گذر هست، همه میگذره. چند سال در عمر شاد بودید گذشت، چند سال غمگین بودید یا چند روز غمگین بودید گذشت، چیزی که من و تو را به فوز و فلاح و رستگاری میرساند یاد الله سبحانه و تعالی است. چیزی که تمام مشکلات را دور میسازد، مشکلات دنیا و آخرت را خلاصه برطرف میکنه، ارتباط با الله سبحانه و تعالی هست.
که الله سبحانه و تعالی بر من و همه بینندگان عزیز و گرامی توفیق بدهد که چند روزی و چند سبای و چند سالی که در دنیا خداوند فرصت میدهد، با این فرصت دنیا آخرت خود را آباد کنید و او هم به این که اوامر الله را به جا نموده و نواهی را ترک کنید. من در حق شما عزیزان دعاگو هستم و شما عزیزان در حق ما دعا کنید. موفق و پیروز و سرفراز سربلند باشید. الله سبحانه و تعالی مشکلات تمام کشورهای اسلامی برطرف بسازد. آمین. خصوصا مشکلات سرزمین رنج دیده ای افغانستان را. الله سبحانه و تعالی در کشور ما یک امنیت، صلح و صفا و صمیمیت عنایت بفرماید. آمین. تا برنامه بعدی شما را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جزاکم الله خیرا. بیننده های عزیز از شما هم تشکر می کنم و سپاسگزار هستم که تا این لحظات برنامه با ما بودید و ما را تحمل کردید. امیدوار هستم که حرف ها و صحبت های جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری در بهتر نمودن زندگی شما و در آگاهی دادن شما مفید واقع شده باشه و این سخنها را خداوند در میزان حسنات جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری بگنجانه. همه شما را تا برنامه های بعدی به خداوند یکتا و یگانه میسپارم. الله یار و مددگارتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.